سلام، خوش اومدین به 165مین شماره از روزنامه سرخابی. امشب دوشنبه 14 تیر ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز رو کنار هم مرور میکنیم. سرخابی ها در پیچ سرنوشت ساز، از آزادی تا فولاد آرنا. استقلال به دنبال دبل مقابل تراکتور. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته 26 لیگ برتر، فردا استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتور خواهد بود. دیداری که میشه اون رو ملاقات مجدد فیروز کریمی با تیمی دونست که روزی سکان هدایتش رو در دست داشت. آبی پوشان تهرانی پس از تساوی بحث برانگیز و جنجالی مقابل آلومینیوم عراق با 44 امتیاز در فاصله 10 امتیازی پرسپولیس صدرنشین در رده سوم جدول لیگ ایستادند و برای زنده نگه داشتن اندک شانس‌های قهرمانی و البته کسب سهمیه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا چاره‌ای جز پیروزی در این مسابقه ندارد. تیتی ها هم با حضور فیروز کریمی روی نیمکت به جای رسول خطیبی شرایطشون دستخوش تغییر شده. سرخپوشان تبریزی هفته گذشته اولین بردشون رو با آقا فیروز مقابل ذوب‌آهن جشن گرفتن و اکنون با 36 امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارن. بازی رفت دو تیم در تبریز با نتیجه 3-1 به سود آبی های پایتخت به اتمام رسید. چند قدم تا پنجمین تاجگذاری، حل معمای قهرمانی با چاشنی تلسم شکنی. یحیی گل محمدی و جواد نکونام دو ستاره پیشین تیم ملی ایران در حالی فردا به مسافه هم خواهند رفت که فولاد خوزستان از بازی رفت فصل گذشته مقابل پرسپولیس هیچ شکستی در خانه نداشته و یکی از قدرتمندترین میزبانان فوتبال ایران محسوب میشه. پیروزی سرخپوشان پایتخت در این جدال اونها را در موقعیتی مطلوب برای رسیدن به جام قهرمانی قرار میده و برتری فولاد شانس نماینده خوزستان برای کسب سهمیه را افزایش خواهد داد. شاگردان گل محمدی در صورتی که تلسم بزرگ فولاد آرنا را بشکنند و 3 امتیاز را از خوزستان بیرون بکشند 57 امتیازی خواهند شد و در فاصله 4 هفته تا پایان ماراتون لیگ موقعیتی مطلوب برای پنجمین تاجگذاری در لیگ را به دست میارند، چرا که قرمزها بعد از این بازی 3 دیدار خانگی خواهند داشت و تنها بازی خارج از خونشون مقابل ماشینسازی قهرنشینه. در سمت مقابل فولاد هم بعد از شکست غافلگیرانه در آخرین لحظات بازی مقابل مس رفسنجان حالا حق هیچ اشتباهی برای خود قائل نیست و برای کسب سهمیه باید از تمام رقابت‌های باقی مونده دست پر خارج بشه. یقه‌گیری مجدد در اردوگاه آبی‌ها، شکایت رسمی از پیشکسوت به خاطر مددی. باشگاه استقلال در اقدام عجیب و خبرساز از تشکیل پرونده شکایت از امیر حسین صادقی به دلیل صحبت علیه احمد مددی خبر داد. سایت باشگاه استقلال در همین رابطه نوشت: در پی اصرار آقای امیر حسین صادقی بر مطرح کردن صحبت‌های نادرست علیه مدیرعامل آبی پوشان، باشگاه از ایشان به دلیل تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا طرح شکایت نموده است. با توجه به اصرار ایشان بر ارائه صحبت‌های خلاف واقع، آقای صادقی باید در دادسرای فرهنگ و رسانه و در برابر قانون پاسخگوی صحبت‌های خود باشد. جنگ صادقی برای اخراج مدیر عامل. امیر حسین صادقی مدافع اسبق باشگاه استقلال تهران با انتشار یک استوری اینستاگرامی به شکایت آبی‌های پایتخت واکنش نشون داد. اون در این استوری ضمن منتشر کردن خبر شکایت از اون خطاب به مددی نوشت: یک روزی برای نام عزت این باشگاه با پیراهنش جنگیدم تا از حیثیت و کیان باشگاه و هواداران دفاع کنم. حالا هم با بیکفایت‌هایی مثل تو می جنگم که در باشگاه دنبال منافع می گردی. محترمانه نمی خوای بری؟ بسم الله. آزادی میزبان فینال لیگ قهرمانان آسیا. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز به صورت رسمی تغییرات گسترده‌ای در نحوه برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2021 اعمال کرد که یکی از این تغییرات لغو برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا به صورت رفت و برگشته.
با حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی فینال تک بازی و در یکی از کشورهای غرب آسیا برگزار خواهد شد. بر همین اساس فدراسیون فوتبال کشورمون با داشتن 3 نماینده یعنی استقلال، پرسپولیس و تراکتور در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2021 یکی از شانس‌های میزبانی از فینال آسیا به حساب میاد. طارمی به دنبال کسب یک افتخار دیگر. مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو در جمع 10 کاندید نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن لیگ پرتغال قرار گرفت. مهدی در این فصل 34 بار برای پورتو به میدون رفت و موفق به زدن 16 گل برای تیمش شد. ستاره ایرانی همچنین امضای خودش رو پای 11 گل دیگه به عنوان سازنده ثبت کرد و 6 بار هم جایزه بهترین بازیکن زمین رو با خودش به خونه برد تا در تیم منتخب فصل پرتغال جای بگیره. پیش از این هم سایت سوفا اسکور طارمی رو در تیم منتخب فصل لیگ پرتغال قرار داده بود. ادامه دعواهای یک حکم جنجالی. باشگاه سایپا با اشاره به رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در خصوص دربی جنجالی خودروسازان اعلام کرد که این پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش خواهد برد. باشگاه سایپا در همین رابطه با انتشار بیانیه‌ای نوشت: باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا حقوق قانونی خود را از محاکم بین المللی از جمله دادگاه حکمیت ورزش کس استیفا خواهد کرد. لازم به ذکر است که جلسات کمیته استیناف در روزهای سه‌شنبه هر هفته تشکیل می شده، اما این جلسه استثناءً به دستور یکی از مقامات عالی فدراسیون فوتبال به صورت ضرب العجل در روز یک شنبه و بدون حضور تمام اعضا تشکیل شده و در نتیجه فاقد پشتوانه حقوقی است. افشاگری بزرگ، وزیر پرسپولیس است. رضا افتخاری مدیر عامل سابق باشگاه استقلال که همچنان از حضور در فوتبال محرومه درباره مباحث جنجالی پیرامون وزیر ورزش گفت: مسعود سلطانیفر طرفدار پرسپولیس اما در زمان من به هر دو تیم با یک چشم نگاه می‌کرد. اگه وزیر قصد حمایت از تیم پرسپولیس رو داشت موافقت نمی‌کرد که شفر بیاد. البته پرسپولیس حمایت افرادی مثل هدایتی، سیاسی و رویانیان رو داشت که خرج می‌کردند، ولی در استقلال از این خبرها نبود. تأیید 2 اشتباه واضح. داور بازی پرسپولیس گلگهر محروم شد. اشکان خورشیدی داور دیدار جنجالی تیم‌های پرسپولیس و گلگهر از سوی کمیته داوران محروم شد. کمیته داوران فدراسیون فوتبال به دلیل 2 اشتباه واضح در این مسابقه که با برتری 3-1 شاگردان یحیی گل محمدی همراه شد، خورشیدی را محروم کرد. البته بر اساس قانون هرگز خبر محرومیت یک داور رسانه‌ای نمیشه، اما با قرار گرفتن نام اون برای قضاوت مسابقه تیم‌های قشقایی و بادران در لیگ دست اول، مشخصه که این داور با محرومیتی از سوی کمیته داوران مواجه شده. پیکان سایپا جایی برای لغزش نیست. شاگردان مهدی تارتار در شرایطی فردا به مصاف تیم تحت رهبری محرم نوید کیا خواهند رفت که بالاخره رأی کمیته استیناف در خصوص دربی جنجالی خودروسازان صادر شد تا پیکان به عنوان برنده این بازی معرفی بشه و به رده 8 جدول صعود کنه. این جدال برای پرسپولیسی ها هم بسیار حائز اهمیته، چرا که توقف زردپوشان اصفهانی فرصتی استثنایی در اختیار سرخپوشان تهرانی قرار خواهد داد. زردپوشان فعلا با 52 امتیاز در رده دوم جدول ایستادند و اگه میخوان همچنان تا پایان لیگ 20 در کورس نفسگیر قهرمانی بمونند و دست از تعقیب پرسپولیس بر ندارند، باید 3 امتیاز رو از چنگ میزبان خارج کنند. هفته 26 لیگ برتر، نبرد نفسگیر برای بقا در انتهای جدول. دیدارهای هفته 26 لیگ برتر فردا با انجام 4 مسابقه دیگه به پایان میرسه. در یکی از این مسابقات ماشینسازی در حالی از مس پذیرایی میکنه که تیم تبریزی با 11 امتیاز قهرنشین لیگ و فقط روی کاغذ سقوطش قطعی نشده. در سمت مقابل هم مسی حضور داره که هفته گذشته با یک بازگشت رویایی فولاد رو از پیش رو برداشت و حالا با 31 امتیاز رتبه 11 جدول رده بندی رو به خودش اختصاص داده.
در دیگر جدال فردا، گلگوهر سیرجان که با 35 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاده، مقابل آلومینیوم عراک یعنی تیم چهارم جدول قرار میگیره. جدالی که روی کاغذ تنها برای کسب سهمیه است و قطعاً تقابل امیر قلعه نوی و علیرضا منصوریان، دو چهره استقلالی فوتبال کشور، جذاب و تماشایی خواهد بود. شهر خودرو و نفت مسجد سلیمان هم فردا دیگر دربی مربیان استقلالی را برگزار می‌کنند. تیم مشهدی با هدایت مهدی رحمتی با دو برد خوب مقابل سایپا و تراکتور 34 امتیازی شده و در رده نهم جدول جا خوش کرده. نفت هم همراه با محمود فکری 28 امتیازیه و در رده 12 جدول قرار داره. در آبادان هم ما شاهد جنگ بقا بین صنعت نفت و نساجی خواهیم بود. طلایی پوشان با دو برد متوالی به شرایط خود در جدول سر و سامون داده و اکنون با 32 امتیاز در رده 10 قرار دارد. نساجی 25 امتیازی هم 13 و اگه از این مسابقه با دست خالی خارج بشه، کارش برای بقا در روزهای پایانی به مراتب سخت‌تر خواهد شد.